عزیزان سلام، خیلی خیلی خوش اومدین. خیر مقدم عرض می کنم خدمت تمام عزیزانی که زحمت کشیدن از راه دور و نزدیک اینجا تشریف آوردن. خیلی خیلی متشکرم. این نمایشگاهی که می بینید تلاش جمعی یک سری از خانواده‌های دادخواه هست، خانواده‌هایی که در خارج از ایران زندگی می‌کنن، در دنیای آزادتری هستن. سعی کردیم که یادگاری‌های عزیزانمون رو در 44 سال اخیر که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن رو اینجا بیاریم. هدف اصلی ما اینه که واقعا نشون بدیم که این عزیزان هر کدوم یک زندگی داشتن. در گزارشات، در مصاحبه ها همیشه اینجوری گفته میشه که پیس 752 1500 600 7000 نفر 8000 نفر 400 نفر، اینا به صورت عدد گفته میشه. اینا هیچ کدوم عدد نیستن. ما قبل از سال 98 عدد 752 برای ما بی‌معنی بود. قبل از 98 آبان یک ماه ساده بود. چرا اینا مهم شدن؟ چرا این عددها، این اسمها مهم شدن؟ چون هزاران و واقعا شاید بشه گفت که میلیون‌ها زندگی نابود شدن. این عددها معنی دارن، معنیشون هم زندگی از دست رفته هست. این نمایشگاه رو ما گذاشتیم که به نوعی تکمیل کنه کار گزارشگران رو، کار خبرنگارها رو، یک جنبه دیگه ای از زندگی عزیزانمون نشون داده بشه. این لبخندهایی که بالای سر شما هست لبخندهای واقعی هستن. اینا زمانی میخندیدن. این جعبه هایی که شاید خیلی بی‌حس از کنارش بگذاریم انسانهایی بودن مثل ما. این لباس هایی که تو این باکس ها هستن لباس هایی بودن که زمانی پوشیده می شدن. اون زمانی لباس ها برای ما عادی بود، ولی الان تنها یادگاری که از عزیزانمون داریم همینا هست. حتی صدای عزیزان دهه 60 رو هم فراموش کردیم. خیلی از خانواده‌های دهه 60 نمی دونن برادرشون، خواهرشون، پدرشون چه صدایی داشته. تکنولوژی نبوده که صداشون، ویدیویی ازشون ضبط بشه. و واقعا من نمیدونم خانواده‌های دهه 60 چه رنجی میکشن از این فراموشی. این نمایشگاه در کنار گرامی داشت یاد و خاطره این جاویدنامان تلاش میکند صدای مبارزه و مقاومت مردم ایران به ویژه زنان این سرزمین را علیه رژیم جمهوری اسلامی هرچه بیشتر به گوش مردم دنیا برساند. در این مراسم آثار یادبودی از قبیل نامه‌های جانباختگان در دوران حبس، وصیت‌نامه‌های آنها و لوازمی که در زندگی روزانه از آنها استفاده می‌کردند وجود دارد. جا دارد بازم از همه شما تشکر کنم که قدم رنجه فرمودین و تشریف آوردین. خیلی ممنونم ازتون.